صفایی شهر. یک سلام خدمت تمام کسایی که با آرمان افم هستن. امید است که روز شنبه را به خیر و بافیت آغاز کرده باشین و رخصتی را به خوبی سپری کرده باشین. ساعت معارف برنامه امروزی ماست که شما میتونین زنگ بزنین، پیام بانین و همچنان از طریق موبایل با ما در تماس شوین. به می امیدواری برنامه را آغاز میکنیم و انفجارهای دیروز تعقیب میشه که ناشی از چی بوده در شهر کابل و همچنان در مسجدی که در جلال آباد رخ داده. گزارشگرای ما روی خط تلفن خاطر بله. یک کشته و زخمی به جا گذاشته و در شهر کابل 7 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشته. بله، روز نیست که شما از مرگ وطندارای ما و عزیزان ما با خبر نشین. با خود بین خدا و روسی اگه نه پای تخت اعلان میکنیش. یعنی ما خود گفتیم اتانه شما خودتان میفهمین و کارتان. با تلفون هایتان هستیم. بله، 0-3-9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 -
دلی چای یوش باگ یو پینزه که که گی پیغمتر مگر رسیگی و در صفحه فیسبوک آرمان هم میتانین مشکلاتتان هم با ما شریک سازی. صفایی شهر مانفه؟ بله سلام علیکم، خوب است نفت و شما بسنان بخیر. سلام بند باشین، بفرمایید. شکل سال 13-96 فارغ میشم. فرم فرکون کل تخنیک برای فارغات سنف 14 تازه 13-96 اونا را امید احساس تجبور نشده کسانی که فارغ رسال میشن میتونه فور بگیره. ما رفتیم اونجا فورمش را گرفتیم کسان و کسان بیتا که سیستدین نمارات از 80% بالا باشه. با فورم گرفتیم محمدم به انستیتی بخواد مراجعه کنه که نمارات 4 سمستر بارا برسنه. برای ما میگم شما فارغ نشده دفاع نکنید، یک چند روز بعد دفاع تان خلاصه باد ازو اینا میاد فرم پلوتخنیک هست یک میاد به میاد استوده میشه و خود از نیسید ما کسی یک ماهونش یک ماهونت های بسته ما را اول لایه در ما دار گفت میتونید شما برید فرم بگیرید نه ما میم نمارات تا را برتب میرسه ما رفتیم چهار سر به پیخ را اونجا تاویل کردیم از فرم شگرت این بایی بیکاری خود ما یک محصل هست مکتفه ما دستا چند ما در فرم نگه آله که ما اینجا نه بر ما میگن ما هنوز نمارات هم رسنده نمیتن خوال ما را میگفت که دفاع تر خلاف کنیم باز از اون بیارتم فرم میتن لطفا در شیاس از شما در وزارت معارف یا مهمت تلیمات تخنیکی مکلیکی یا به تناسه کی چه قسم میشه خیچه را پردید کنه تخنیک فرم خود اعلان کرد امور یک چار احبات اعلان میکرد که ما می دفاع میرسه خلاف میکنم باز نمارات ما را میرسه میده بچشی زنده باشید. این مشکل تنها نیست که این برنامه وظیفه شمیست که مشکل انفرادی و دست جمعی و کل گیره پایگیری میکنیم. یک جهان تشکر، شما همیشه خدمت کردیم مشکلات ها به گوش مسئولین رسانید. یک جهان تشکر از شما به این تو وقت من خدا عجل شب بر شما بتنه. خیر باشید. زنده باشین، خدا حافظ. خیر باشید. با شما هستیم با تلفون هایتان 0777-98-1-98-1 سلام علیکم، صبح شما بخیر. قرارش تک از من هستم لسولی بجرانی رو بتنم کلام هستم شده. بفرمایین. رادیو آرمان هست؟ بله رادیو آرمان هست، برنامه صفایی. اگر برتان خواهش میکنیم بدون خدا و بدون شما ما با کسی دگر اگر رای نیست یا بکنیم یا مشکل خدا چی کنیم. مشکل ما همی حساب تقاوت بود تو شما اگر خیرتان یک روز یک بانک بین سعی کنین که چقدر سرفسای بریش دادید در بانک نه و پس جواب شان میتای میره بگو یا مردم ها جواب بتین که بیدر سال مالی خواهی نده 12 روز مانده یا مردم ها جواب بتین یا بیدر پیسه مردم ها بتین. این مشکل تا بکه چه رقم خوش شد. بله تشکر از شما، مشکل شما را گرفتیم. امیر از خیرتان که از امروز امرایشان یک تماس بگیرین. اتمن اتمن تشکر. سلام و شبتان بخیر. بله سلام علیکم، شب شما بخیر. علیکم سلام، بخیر باشین. ما برادر یک شکار از چی داشتیم در کتر خیرخانه مطر دارم مطر مازا خواه به اون روز اون طرف کتر گفته از پولی هوایی از کچه ماشال طرف تر یک چهار نفر ترافیک گرفت بود با اصناوه ما وقت نوسته لسان کنیم جا افتارم آفرین اصناوه رسای کرد میکی را زید بادی مکمل نرسندی خواه ما دم به هم آخر از خانه نمشته نکردیم که رسندیم یا نرسندیم میره بودیم در یاسه ترافیک پول تاویل کردیم قانونیم نو کردیم نگه مردمی اگر قانون نبود دیر با خود یاسه ترافیک نمشته نکرد که بادی مکمل بله این بلندی قد بلندی بازی رو مگه یه هم اگر گو خورده که همون نمشته نکده و گو خورده تو که
اشتیار نکرد. مجلس چی کنم موتر دارم چی بردم در کنترول بردم چی رقم قواره داره امیا که دو میزنن چی رقم قوارهشان چی رقم هست نامشان خیات نداری؟ نه نامشان پرسان کردم از پرسان کردم کسم چی هست چهار نفر بزن سرما تا قلم دیشم بود که قلم هم بار کردم بسیار رفتار زشت کردم یک نفر شارنگ دروشم ارخم دانه رنگ بود دیارشان گندمی بود دیگه ما نامشان پرسان کردم قسمت وظیفه داشتن یا؟ اونا خوب بایستاد چی بود تا پولیس ترافیکی چی گزماری اندرکشای برشان همین تو یک چیز نمیشته بود همین نشانی جایشانه بگو که در کدام قسمت یا وظیفهشان بود وظیفهشان جناب زرم چی بود وظیفهشان مشخص نیست در تش برشان در اون تش چیشان نمیشته بود که پولیسی گزماری چی بود پولیسی ترافیکی گزماری در کجای سال کنند؟ باش که دیگر رقم بگویم از کوچه مارشال یکمی طرفتر کتل خیخانه از کوچه مارشال یکمی طرف نایی عبده گفتر دیروز بود پری روز کدام روز؟ روزی چهار شنبه بود کنم فکر نکو که ما دقیق ازت پرسان کردیم که مدیر صاحب ترافیک نوکری والی رم میپاله که اونم اینجا کدام تای دیگه دادم برابر نشه روز چهار شنبه بود روز چهار شنبه بود یک آدم سیار رنگ قواره سیار داشت این سلامت باشی روزت بخیر موضوع را گرفتیم روشان ارکان دانهی بود سهی شد قربان شد شما یک رفتن رفتر خشن و زشت اکترده بلوشن و پایدهش میکنیم دوزدان ایس کس حق نداره ای که مدیر صاحب ترافیک هم دوزده ترام دوزده او را پیدا میکنیم و مدیر صاحب با زنگ میزنیم که کت قلم وار کده چی کده ما که قدر از ترافیک توصیف و تعریف میکنیم که در جاده ساز است و خاک میخوره و تو میخوره باز نمقابل غریب بیچاره اگه تو کنه بازی هم برداشت شده نمیتونه با شما هستیم سلام و صبحتان بخیر سلام علیکم و علیکم و سلام صبح بخیر علیکم سلام صبح بخیر بخیر باشی از کجا گپ میزنی؟ به دفتر بگرد منیجی هستی به غزنی بخیر 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 از غزنی چطور است آب هوا؟ خوب از غزنی شد که کجا اسمار عبریه عبریز کابل هم عبریز خب بارندگی خونه است؟ نخیر اوه ما هم که گپ زدم که تو کردیت داشتی باشه مواسم با تلفون هایتان بله سلام علیکم علیکم السلام صبح بخیر رادیو آرمان هست بله آرمان افم هست بله بله برسر سلام علیکم و علیکم السلام خیلی خیر است شما خوب بخیر و بافیت ما یک شکایت از شما زمیریت هست برشنا مشنوی آه مشنوی دانشه سب تا بخن بده برخ ما چهار ست که این شد نامد این تیره برای ما دهزار پنج سب مشتا کده لخد ما مزدرکار هستم و دو اتاق داریم نه یخشان داریم نه او گرمی داریم این چیزی ندارم یعنی خانه از اتاق باز ما رفت ما ریزه کدم در ریاست برشنا باز ما من گفتم که مکسی می سر بگی وارم گرفتم کنش بیزه ما را سرگردان تا وقتی گرفتم در بخش تیرشان کمپیترشان اون مرا گفت که میترخانه بخواه میترخانه خواست میترخان مرا نگه نگه خیر است یه دفتر کس تویر کن و میتره که دید دوازده سبی پینجا کلوات برای ما یعنی ما بوره ما مصرف هم نکدیم یعنی میگه ایره تو کریدتکار داری مصرف کن ما ایران من نمالی چی کنم ما غمت هم میخورم شما ریت یاد داشت کردیم برای زنگ میزنه سیما که پیش کی بری شنیدی؟ آه بخیر باشی پیسه تیلم میکشه باشی معاصم با تلفون هایتان؟ بله رادیو پخ صدایت بلند سلام علیکم دانش یاسد جور هستم چطور؟ جور هستی بخیر هستی؟ شکر برابر عزیز ما از بلات غزیر تمام شده مهربانی قربان دانش یاسد روز در روز بیامیتی روز در روز یقین بود در روز اول بیرون تری روز یک مال بود که آخر برابر عزیزی چمیت نیز در روزت غزیر ایکن در امنیت و سیگه پس کنی دروغ هست خب بخیر امنیت بله در کدام سی غزنی زندگی میکنی؟ اوزی اول بره رفتن مربوط اول داخل شهر هستی؟ داخل شهر ایتا بیانیدید تقریبا بایل سپیش سرگیدن گرم لکه دو نظر روزی روشن از برای خدا کدام روز بودم اوی عمله؟ این در منطقه قریقی روزان میره این منطقه را منطقه عمله که مربوط اوزی اول موضوع تیاداش کردیم بر روز چهارشنبه پیگیری میکنیم زنده و سلامت باشی آه برای بخیر باشی بخیر باشی تشکر سیار گزارشگر تلونیوز از شهر همیشه سرسبز یعنی جلال آباد روی خط تلفون هستن زیار سلام صحبت بخیر سلام دانشیت تاسی و درنوری دون کتا تاسی هم بسار پخیری بخیر باشی میگه باز در کدام مسجد حمله کردن زیار تیر ورز دی جمعی دل منزه پر محل دن انگرار دی مومندری ولسوالی دازار نو سیمی دی سلطان سیلو پا جامعی مسجد کی
ځای پر ځای شوی چاودیدونکي توکي چې د مسجد په منبر کې ځای پر ځای شوي چاودنه ورکړل شوي چې په پایله کې د دغه مسجد یو ملا امام ژوند له لاسه ورکړی دی او همداراز دوه نور لمونځ کوونکي په دغه مسجد کې ټپیان شوي دي چې د ټپیانو وضعیت دا ډاډ وړ دی اما خپل ملا امام په دغه پیښه کې وژل شوی دی تر اوسه پورې جوړ کوم یو وسله والې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی زنده او سلامت باشي بیا ډېره مننه قربان دسم یار زیار گزارشگر طلوع نیوز از ولایت ننګرهار بود که سلام صبحتان بخیر مهربانی قربان دانشار بود کسر ستنانی جا مردان شار در پس مرسی دولم آمی جا در کلیسر خلق زخمی شدن بود در چیز برای ما استخدام است که سب بسر پولیس داد که تو برو رو خطه از ما در خطه در خطه دادم در خطه دادم باز در مرکز مراجعه نمیدم باز مرا کلینیک مرسی داد باز ما طرف خانه هم شخصی تداری دادم باز مرا منطق ساخته خو خودت کار غلط کدی نه؟ کار غلط به این خاطر کدی که تو شخصی خودت تداری کدی تو باید در شفاخانه پولیس می بودی تداری می کدی خوده و این تو که خانه رفتی پس نرفتی اول ندادی منفک شدی دانشاب سم برای من همون تو گفت که تو برو رفتی طرف خانه برو باز من همون در همون جسی زی طرفی نم کی گفته تا که طرف خانه برو همون چیز همون دکتر تو عوض اگه با گفته قطع کنی با گفته دکتر کدی باز همون جه نمانگه ما بودت نمانگه جسی برو بچین خانه برو چند روز در خانه تر کدی؟ چنده؟ دو هفته سیما جان کته پلیس گپ میزنه رایلش پیدا میکنه برای زنگ میزنه در صفحه فیسبوک گفته که من مشتبه احمدی هستم مشکل در پانتون خصوصی رنا دارم محصل سمستر هشتم پانزه جورنالیزم پانتون رنا دیپارتمنت رادیو تلویزیون هستم و در یک ماه دیگه بخیر از پانتون فارغ میشیم اما سمسترهای دیگه یک تعداد مضامین امتحان ندادیم که فعلا پانتون رنا از ما پول میخواید در حال که وزارت تحصیلات عالی میگه که از مضامین چانس پول ندین و اینا خواستن که مشکلشان را به خانم پیکار بگویم اطمان مشکل دیگه است گفته که یک فساد گسترده در تدریسات ثانوی معارف جریان داره که به مبلغ 40,000 افغانی شهادت نامه میتن صرف در کابل در 3 سال ثبت میکنه و در مکاتب کنده نداره در بدل پول شهادت نامه میتن در این موضوع عسکری بسیار فکرتانه بگیریم که همیشه کوشش کنین که مطابق قانون عسکری رفتار کنین اگه خودسرانه خانه برین و باز پاس بین و باز بگین ما والا زخمی شده بودیم و تداوی خود شخصی کردیم بازی جا برای پلیس کدام دلایل وجود نمی داشته باشه کسی سیما کوشش میکنه که رکت پلیس گپ بزنه در دوره ما تو نبود سیما جان خدا راستی یک هفته که تنها پنجشنبه که گریختم روز جمعه آمدم مرد درخت توت بالا کرد جزایی عبدالحلیل ما میگه که مکتبای خصوصی از صنفای اول هم فیس ماه قوس هم میگیرن در حال که صنفای اول در اول ماه قوس امتحانشان خلاص شده بود خب بعضی مکتبا امتحانا رو به تعویق انداختن مکتبای خصوصی البته به خاطر که باش که ماه قوس هم در بر بگیره که فیس بگیرن بازگر پنجشنبه که میگروختم باز خودم میامدم در درخت بالا میشد خندک نه دیدی روزگاره بعد خب پیش میریم سساری که تزمان بایی سلام علیکم سلام و صحبت بخیر شما بخیر سعید یحیی هستم از ولایت کومیل با تماس شدم از ولایت کومیل سلام قابل آمده امی کرسی شاروالی ولایت کندوز به اعلام وقتا که در دیل میشه یعنی امتحان گرفتن هشه امتحان گرفتن هشه شخص شانوال فیلی که هست در انسان بسیار خواهیم و تمام سر در خدمات شهری غزت کرده گیست اختلاس کرده گیست در پولش در اشتشارات در همی قرارداده را من خسرش مستر ناصر داده اصناد چواهی دارین که گفه مزنین؟ بله بله آیت ایمان را بررسی کنه که همین قرارداد ها بنام کی است پیش کی است چون همین فرصات ها زیرا گوزی چند این قرارداد بنام مسترین حاصل خاصل شد بنام از وقت دیگه مارکت ملوی کنزه به دو طلبیش ما شامل بشه امر مقام ملاحت بود ما را شامل دو طلبی نسا دیر با شخصی که شریک است به دو با
23,30,000 افغانی از قرارداد کرده که کلم از کم سالانه 300,000 افغانی هایی در این مارکت می روی توضیح قمود است. ما عریضه کردم با اصلاحات اداری روز چهارشنبه اصلاحات اداری عریضه ما را نپذیرد. لطفا با اصلاحات اداری ما تماس شدیم که چرا عریضه ما را نگیرد، دیگه اسناد و زمینه شستم یه عریضه ما را بگیرد و ای خانون نباید شامل همی داوطلبی بسازد که باب اگری پرنده شد، چهارمال شد، 9 سال خود قبول کرد خورد و ایک نوه خدمت نکرد بول 9 سال لگه همه کسون میکنه. چش با شما هستیم با تلفون هایتون؟ به ارتباط مشکلات هفته گذشته از خشت دوختی قلعه نجارا گفتن که آب نیست. آقای ملکزه مشکل گرفت و همون چهارشنبه کمراشان صحبت کردم، گفتن امروز آبشان صحیح میشه و مشکل هم گفتن که از تیم سرکسازی است که کندانکاری وقتی که میکنن نلاره خراب میکنن. خودشان هم صحبت خود کردن بعدن و شکایت از یک دواخانه بوده کارت پروان که زغال سنگ البته بخاری میسوزانن و نلام از شیشه کشیدن اما دوکانا را اذیت میکنن. برای سب ناهی دو آقای الکوزهی رسید و مشکل از پولیس امنیتی بود در قندار که 2 ماه ماش نگرفتن و از امتحان ظرفیت وزارت داخله پرسیده بودن که با آقای دانش رسیده. متاسفانه تلفنشان خاموش است، نمیفهم چرا که جواب میگفتن و مشکلات امنیتی و دزدی هایی که در سرای شمالی اطفال استاد است یک اتحادیه جور کردن و از مترا دفعانی میگیرن امو غرفگت نتن بلیا پنچر میگنن. یا به 119 رسیده و از موترهای یک کلید و موترهای کرونه رسید با چی گفتیم اونا جدی تعقیب میکنن امروز اطمینان میدن و گفتن که موترهای کرولا در این دیسه بس یا دم استعفای خود ساده نیره که استاده باید باشن نیره که باید از خود پیش برید خود یعنی که مک خبر نام استاده هستن بسید عقب گفتن 4 نفر هم میشانن یا به مدیر سب ترافیک رسیده. امی بود مشکلات هفته گذاشته. او وزیر صاحب هم دیگه رای برد آلی دیگه وعده های ره بزودی و بزودی و بزودی ره که داده دیگه آلی سریال ها ور نکنه کسی ما باید بزودی شوه. نه چرا که چی گفتی امیجا؟ ببینیم دیگه. نه چی رو ببینیم؟ عمل کار کنه. خب ما هم گفتیم میبینیم که چه قسم میشه. بخیر باشی. زنده باشی. صفایی شهر آرمان فم. سلام علیکم همه جاد است بزش بچه مهربانی قربان. دانشتر صاحب عمزی به لشه شهرک صفحه شکایت داشتم وقتی که از خاطر فرم کانگور برید نگه 420 صفحانی از خاطر شهرادنامه پارسال که پیسه جمع کرده بود ما خواهی نفراتی کشیدیم حالی که ما پیچه خواهی درخواست بکنیم میگه برو عمزی کسی که دادی عمزی کس بگی پیسه را در کجا دادی تو؟ در مکتب. برای کی دادی پیسه را؟ از خاطر شهرادنامه ما برای کی دادی؟ برای کدام معلم دادی؟ سرمعلم مدیر برای کی؟ سرمعلم داده بودیم. سرمعلم این سال چند شده دیگه کسی آمده بجه برد پیسه را کتی خود؟ پیسه را کتی خود برده؟ نه سرمعلم همین جا هست حالی خب ما که بریم بود درون مصد نیست. بله؟ میگه چند شد؟ حالی دیگه سرمعلم آمده ما رو این رو نبونیم پیسه را بیتیم یا برو هم زو کسی دادیم حالی خب ما هم میگه پبرت میزنم که حالی او آدم پیسه های تانه خورد؟ خورده دیگه. نامش چیست؟ سرمعلم عباس نام داشت. سرمعلم عباس. حالی چی کار است؟ حالا به هیچ معلم هستم اینجا. معلم از شسول میکنیم برات. تشکر. خیر باشی. سیما جانی در وزارت معارف میرسانه و میگشه که پیسه ها را جمع کرده و خدا در کوچی حسن شرق زده یا غرب زده چطور دارم تو یک پکایی بود حسن چپ. احمد حسن افغان در صفحه فیسبوک میگه که از افزام راقبت مکریان ها بپرسین که چرا مرکز گرمی ها تال فعال نشده. مرکز گرمی ها فعال نشده؟ بله مرکز گرمی. امروز 100% پسان میکنیم چندین نفر به ما هم زنگ زده بود رسی و دوست دیگه ما در تاریخ 15 باید فعال شو سیما جان. بله بله. حال امروز چند است؟ امروز چند است تاریخ؟ امروز 18 قوس است. 18 است؟ بله. اینا دو روز دیگه هم تیر شد. با تماس میشیم بعد از یک وقفه. یک مشکل دگام است. فرید جان از ولسوالی بلخ گفتن که از وزارت معارف بستای معلمین که چند وقت پیش اعلان کرده بود از بست معلمین لیسای مسلکی چیزی نگفتن بپرسین. و دوست دیگه ما از بلخ شکایت کردن که در اواخر اوضاعش نگران کننده است. میگه والی سب
در گیردار سیاسی مصروف است و قماندان امنیام در خواب افریقایی، اما روزا قتلای مرموز صورت میگیره که هیچ کدامش تا هنوز مورد پیگرد قرار نگرفته، هیچ کس بازداشت نشده. میگن یک بار پرسان کنین از قماندانی امنیه و رئیس امنیت که دلیل قتلای مرموز و سرقتای مسلحانه چی است، که چی گفتنی دارن. امروز یک دفعه سر به سالنگام بزنیم، بعد از یک سال ببینیم که وضعیت سالنگا در چی حال است. مردم خیلی از سرکاش با مشکلات تیر و بیر می شدن، که اگه برف و یخک شده باشه خود دا بلا خوشحالی. اعلانات بازرگانی تو پاییزی. برای شنیدن تازه ترین و شادترین آهنگ های روز با 456 زنگ بزنید، سپس 131 را دایل کنید. صفایی شهر. با شما هستیم با تلفن هایتان. سلام و صحبتان بخیر. سلام علیکم، خوب هستین؟ زنده باشین، بفرمایید. رادیو آرمان است. آرمان افم از رادیوتان پخش کنین، صدایتان بلند. تشکر برادر دانشور صادق، سلام تقدیم میکنم. یک سلام خاص به خواهر عزیزم، یک سلام با شما تقدیم میکنم. بخیر باشید. دمی گلای خواجه بغرا زندگی میکنم. آره، وقتی که میرم یک اویری دارم، یک 3-4 تا دکان داره. خب با مربوط الهی 11 میشه. وقتی که میرم به حساب مالیاتیش، مالیاتیش رو پردازیم. همینجا دیگه باز میگن که اگر تقریبا 10,000 یا 20,000 ممانتی باز میره مالیش به اصطلاح 2 لک نوشته میکنیم یا 1.5 لک نوشته میکنیم. اگر بتی باز کم نوشته میکنیم. کی میگه؟ همون مدیرش هست. اگر کیست؟ کی؟ ماتم نامش یاد نمیدونم. نامش تو ما پیدا که کل گیده دیوانه کدن یا اینمی آل انداختن در کل مملکت. اگه اینه خمیتی اینه خمی رسانم، اگه نمیتی اینه خمی رسانم. هر سال همون تو میکنم انشاء الله من نمیشه پیدا میکنم. بس صبح انشاء الله نام ما میشه تو پیدا کن که ما مایی را زنگ در رئیس جمهور برسانیم. دیوانه کدی عزیزو مالیه گفتی مردم، عزیزو مردم تمام روز زنده باشید. دانشجو سه میگم خیر ببینی، خوش باشی، موفق باشی، خدا نشرمونید، بخیر باشی، از خدا بترسین، بشرمین یک ذره. نامایتان هم میگرم نمی رادیو و تلویزیون با اسناد و شواهد که باز دیگه نم محکمه هم خدا ایلا داده نتونه. انجینیر صاحب میرویس اندر ارغندیوال، رئیس عمومی تصدی حفظ مراقبت مکرویان ها ریخت تلفون هستن. سلام و صحبتان بخیر. سلام دانشجو هستم، محترم، ساعت شما خوب بخیر. اینجوری هستم، خوب هستین انشاءالله. تشکر، زنده باشین، خیر ببینه. بخیر باشین. رو روز دیم مکرویان سیام درختار سیب از بیخ و بون میگد چی کده بودن. ما همین موضوع رو هم خواستیم که از شما پرسان کنیم در بلاک اجره. دانشجو هستم، محترم، درخت ها یک چند درخت بود در مسیر برق بود که ما متاسفانه دمی به علت از امو پایان بودن ولتاژ برق ما به تاریخ 15 مرکز گرمی ها رو چالان کده نتانستیم. در مسیر را یک چند دانه درخت بود که امی شاخهای برق گرفته بود و 1.5 کیلووات برق در امی مسیر گم بود از پیش ریاست محترم برشنا. بله. ناگزیر شدن امو شاخها را قطع کنن تا امو تماسی که شاخهای درخت با لینا داشت اونا را پس کنن تا امو برقی که برای ما ضرورت باشه امو برق در اختیار ما قرار بدن. خب انجینیر صاحب، چی وقت آمادگی گرفتین برای از اینکه بخیر مرکز گرمی ها را چلان کنین؟ دانشجو هستم محترم، مرکز گرمی ها را تاریخ 15 قوس 100% آمادگی داشتیم که باید چلان بکنیم، ولی متاسفانه همی ولتاژ پایان برق ما را اجازه نداد که دین روز از ساعت 8 صبح که رو جمعه بود تا ساعت 1 بجه را ریاست محترم برشنا رئیس برق کابل خودشان در ساحه بودن و همی ولتاژ برای ما مهیا ساختن. یک جلسه که با وکلای مکرویان ها در مکرویان سه داشتیم، تفاهم نمی شد که امروز ساعت 9 بجه بعد مرکز گرمی رو چالان کنیم. امروز یعنی چالان میشه؟ همی لحظه ما در دستگاه مرکز گرمی استم، ولتاژ برق ما ثابت است، فقط منتظر یک تعداد نماینده های مردم هستیم، اونا بیان بخواد ساعت 9 بجه شما خواد بیدن که مرکز گرمی چالان میشه. خیلی ممنون، شما زنده و سلامت باشین. یه خوش خبری بود برای تمام کسایی که در مکرویان ها زندگی میکنن. خداوند شما رو با عزت داشته باشه. تشکر ای که همیشه شما لطف کردین، صدای مردم رو به گوش مسئولین رساندین و مسئولین با مردم به تماس ساختین. زنده و سلامت باشین انجینیر صاحب، روزتان بخیر. موفق باشین. انجینیر صاحب میرویس، رئیس حفظ و مراقبت مکرویان ها بود که از خاطر درخت هم روشان صحبت کردیم و از خاطر
مرکز گرمی هم که امروز شما دیگه گرم و نرم هستین دیگه. خب همینه میخوانایتان خوب همونطور یستری طرف خیز طرف بدون لباس های گرم خیزک بزنین. سلام و صحبت بخیر. سلام علیکم دانش آموز، صحبتان بخیر، خوب هستین؟ بخیر و عافیت باشین، روزتان بخیر. تشکر، سلامت باشین. محترم امنیت، موضوع را میخواستیم امرایتان شریک بسازیم. مهربانی خانم. یک تعداد چای فروش ها از شهر کابل خصوصاً جایزه که میمانن. بله بله، این ما دزدایی هستن که برادر همی کسای خوستن برادرهای ما که از اطراف نه اینا را فریب میتن. بسیار فریب میتن. برمان مختلف پیسه شانه یک که سبوری چیسته که بغیر از جیبت میزنه یک چیز که الان هم از پیش خود ده. یاره پولیس چیز نمیگه؟ پولیس انگاه اینا دوست داره حت منتر چیز سره به خاطر دی که بعضی کسایی مثلا که ترشان نیفم ها وقتی که بوده که برادر اینه تو یه آدم خوب نتم میکنن ده دوازده نفر هستن پولیس اصلا مداخله نمیکنن. یا در کدام نقاط قراششتن هم اونجا این کار هم میکنن که میری یک صد نزده رو بگویم که از بیخوبون غمشه بخوره. فقط بیشتری اینا در ساید یعنی چیز هست جاده نادر پشتون پلخشتی اینمی سایه سینمای کامیر سایه کوتی سنگی در اینمی نقاط زیادتر هستم. خیر ببینی برادر، خدا اجر نصیبت کنه. جایش گفتی ماکت پولیس 119 گپ میزنی. با شما هستیم با تلفن هایتان. سلام و صبح بخیر. سلام علیکم. سلام دانشور سیم، صبح شما بخیر. بخیر و بافیت باشین. بخیر هستیم، ساعت شما خوب جان جور. دانشور سیم از این سرویس خبرهای شهر شما شب شنیدیم عملیات هایی نظامی که شروع میشه مثلا دفاری آباد جوزیان دین قسمت وانه. بله بله، سابق همین اسرار نظامی بسیار همون تو محرم بود. مثلا یک کار را که دولت میخواد یک اقدام بکنن هیچ کس خبر نمیشد، زمان خبر میشنن که در مقابل یک عمل انجام شده قرار نگرستن. بله. حال زبانیت شروع نشد سه وقت دشمن اونجا خبر میکنن که ما در فلان ساعت هوایی زمینی سر شما تعرض میکنیم عملیات میکنیم. آفرین. همین اگر با مقامات مسئول برسونه که بدن یه اسرار حفظ بکنن پیش خود بخاطر اگر خواسته باشن دشمن از بین ببرن، امیر هسته بدون از این که از طریق میدیا و رسانه هایی رفشا بکنن امیتون محرمانه عمل انجام بکنن که نتیجه مزبط بد از بیایی یک هم که افشا یا فرار میکنن یا آمادگی خود میگیره در مقابل تلفات نیروی امنیتی ما هم زیاد میشن. بله. و در مقابل وقت خودشان هم برنده میشن. بله بله، گپتان امیر اگر بگنید که امیر محرمانه مثل که در گذشته ها بود حکومت های گذشته همی کارها رو میکنن زیب. بله. عملیات ها رو بسیار محرمانه پلان میکردن. خود قوتان هم میفهمید که خط سیر کدام طرف است. یادم است خوب. بله. در صفحه فیسبوک دانشیر سید میگه دوزه بگو که دوزی کو صاحب خانه رو بگو که هوشیار باش. شنیده بودی؟ بله بله. دابلا خوشحالی. مس دنیا میگه که مکاتبه که تعمیرش بسیار کنه و قدیمی است و صحنه ویلیش هم خاک است که در بارندگی شاگردا و کارمندای مکتب صدمه وارد میکنه. چند بار من مشکل گفتم شما نرسانید، ما مشکل رسانید. چطور نرسانید؟ با مکتبه که امیگه با نظرین که دل ما ترس میکفه. خب دیگه دوست دیگه ما حسین نظری گفتن که یک شکایت از امی مردم برچی خود ما دارم که زغال سنگ که به گرم کردن خانه های خود استفاده میکنن هوا را بسیار آلوده ساخت. این رایش هم میفهمیسی ما جان چیست؟ نیدانشه پیش از این که زغال سنگ بسوزن یک او پوشی کنیشه یعنی یک کمک نم یا ترش گو یا از گفته های استاد چیستک شفی استاد شفی. بله. صحیح. او دیگه تو تر میکنه سیما جان پای پسرش میگیره بازی روشن نشه. نه میگه تو میسوزه که میگه آتشواره. خب گپ از اینه دوستای ما فهمیدن، اونا هم نظر شما را خواستن در این باره. اینه یک نظر دادیم سیو کمیشه تر کنی کلی کلی یک خروار تر نکنی که با سر ما نشه امتحانی تر کنی که چطور است. دیگه از لیسه سید نور محمد شاه مینه از شهادت نامه گفتن 350 افغانی میگیرن در حالی که از نسوان رحمان مینه 200 افغانی گرفتن. امی مشکل گفتن عاجل برسانین که چی تو گپ هست. و دوست دیگه ما گفته که چرا در مکاتب دولتی معلم مسلکی در نقاشی و خطاطی استخدام نمیشه. ما در بامیان زندگی میکنم، 3 سال است که منتظر اعلان بستای هنرها در مکاتب هستم اما اعلان نمیشه. اگر هنر در معارف بی‌ارزش است پس چرا شامل حساب تعلیمی است؟ بله خوب موضوع را یاد کردن. خدا کنه که مسئولین معارف تماس ما را اوکی کنن به خاطر که یک هفته گذشته با تاسف که جواب نگفتن. یک کس مسیج کرده سیما جان که بله. میگه از روزی که مال در بامداد خوش نامزاد شده چپ شده و کل پر دختر میگه با
اما چی که میگه یا نمیگه؟ البته چی میگه؟ نیم یال خو نام خدا خوب گپ میزنه. نه والا زنگش کر شده یک رقم. و خلم که زور است. مزال اگه تو کنه خرابی میشه. ایجه تو بله میگی که فقط سر دکتر صاحب زید ظلم نکدی. سلام و صبحتان بخیر. بخیر آقای دانشور. بخیر و بافیت روزت بخیر. عزت الله احمدی هستم از ولایت غزنی. مهربانی قربان. زنده باشی آقای دانشور. یک شکایت از صاحب حوزه تو پوسته قلعه بابایار منطقه خاک زریبا. در غزنی؟ در غزنی. در غزنی با تماس شدیم از صاحب مربوط حوزه تو میشنمی پوسته در صاحب خاک زریبا پوسته قلعه بابایار. بگو. نمینجا آقای دانشور که جنگ میشه همه مخالفین که از صفایی را میزنه بازو هم دیگه پیکار که خواه میتن خلاف حالا خیر میکنه این تکیه که نمیکنه مثلا که ما باید دشمن را بزنیم یا صفایی که خیر میشه خیر را بزنیم یا خیر میشه 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 ما بشمار باید بزنیم شما را خلاح میزنیم نمی تا را بگو نکنیم مردم نجاره کنه که در کچه هم شکل و خبر از زن کنه که در بازو دنیم بشمار هست در مرمی همه خواهی نخواست خیلی مرمی شما در مردم ملکه سبت کنه دیگه خانه کنه شما خراب میکنیم دیگه زنده باشین بسیار زیاد تشکر از شما جنرال صاحب رجب رئیس حفظ مراقبت مکریان ها روی خط از دانش یاسب جنرال صاحب سلام و صبحتان بخیر مخصوم شما کامل اشنایدارتان بخیر مده خدمت از دانش یاسب شکر که یک سال بعد باز صدایتان هم اشناییم آوا خراب میشه زنده و سلامت باش چی که پازده سالنگا جنرال صاحب عزیز برای فیلم که وضعیت خوب است صرف عبرت خواه جران ترافیک کاملا برمال است بارندگی ده چند وقت صورت گرفته یا نگرفته؟ تقریبا تا فیلن چند برفی که باریده جمع من 106 سانتی برف باریده البته به وقفا و به مراتب به چند بار اوه زمین خوش بوده و گرم بوده و برف نمونده اما برف باریده برای فیلن جاده پاک است کنم مشکل ندارد خود وضعیت جاده ها از چی قرار است جنرال سی؟ جاده خود ما داخل تونل سالنگ و در گلوده متصل به او را اصل کردیم که در توان ما بود اما کار کلانی که برای شما بهتر معلوم است برای توان اشتیانده محترم معلوم است که در صلاحیت رهبری وزارت فایدام است که او را در نظر داره رهبری محترم وزارت فایدام است که در سال آینده کلن سالنگ چکنم اصل کنه این ترگیم اساسی بکنم اما برای فیلم بخاطر این تأمین قابلیت عبور بهتر برای وسایل و وسایلی که مسیر تردد میکنه و دیگه سهولت ها را ما فراهم ساختیم کنم مشکلی در دفت آمد وسایل تصور نمیشه صرف سرک خامه است شاید حرکت وسایل بتیتر باشه نسبت به سرک های اصل و از امتری که شما برای امتران محترم وعده میتیم که ما جادر به می شکل قابلیت عبورش انشالله که حفظ خواد کردیم من تنها در روزایی که حالت و وضعیت جدی خوب نمی باشه و احتمال از این تلفات مالی و تلفات جانی و خسارات مالی برای شامل ترافیک پیش بیاد در دیگه حالات ها هر قیمتی که باشه انشالله جادر برای ترافیک در طول زمستان باز خواد نگاه داشته خیلی ممنون جنرال صاحب زنده و سلامت باشین جنرال رجب مسئول سالنگا بودن که روی خط تلفن آمدن گفتن که هنوز چیز گپ نیست با شما هستیم و با تلفن هایتان سلام و صبحتان بخیر سلام و علیکم السلام بخیر باشین امین مسئله پایتخت اسرائیل این چه چطور میشه تا که به اتفاق باشی از این بتر میشیم او در سیاست تو چرا یعنی جمهور همه کار رژیر افغانستان اختار را که چرا این کار میدید خیلی خبرها را نشنیدی بخیل خبرها شدم در نشاد همین شب شهیدم در بکل افغانستان تظاهرات بود رئیس جمهور هم گفته دکتر عبدالله هم گفته همه چیزی که اصلا نیست گفتن ما شما که مسلمان هستیم دیگه و قدر چی خود هستیم که هر کار کنن با چقدر چپ بگیریم که والله که شک باشه امی رقم به اتفاقی باشه که تمام روز مسلمان در پشت مسلمان باشه و ایران در پشت افغانستان و افغانستان در پشت پاکستان و اینمی حال روز که باشه آخر اعلانش میکنه برد سلام و صبحتان بخیر سلام علیکم سید بخیر باشین صبحتان بخیر جناب دانشجو سید عزیز اعترامات ما رو تقدیم کنیم خدمت شما خدمت سنجر سید عزیز خوار عزیز ما
مهربانی سر سر نکورایی که در دوره پیش سنا سلام و احترام تقدیم میکنیم سر مهربانی سر ما سر یک مشکل داشتیم خودم انجینیر بسیار ما رستم از برکی شرارا شما رو زحمت دارم ما یک شرکت بسیار کلام داشتم در جنگ اول خوندست ماشینالات ما کل چیز ما در پروژه خوندست به تاراج رفت و از دشمن و همه چیز چور چپوار شد ما ورشکت شدیم دیگه وضعیت اقتصادی کاملا برکود ما واجه شد چند روز پیش دیگه دمی چند شد همیگه همسایی موسوتر با قطعی سمت از زیر بسرکان نوردن داخل چیز نیست اختونن بخوری تصادفا بسیار گیران مرا گرفت لازم از یک بانگا قرضه کوچک بگیرم پیش این وکیل کوچه ما بقایی از فضل خدای بقایی از پنشهر است ما مردم برکی از این کابل هستیم در نایه رستم پیشش و انگشت خود سه بار اشاره کرد سه ای رقمی پیش ما پیسه نبود گفت خیز گفت من نمی کنم گفتم چرا نمی کنی گفت من مشکل دارم بینی رقم بالاخره گفتم خیمه خورا بکشم گفت مجبور هستی بود خورا بکشم چی های پیش بیاد لک نفر رو دم میمارو سو لکی های ما یه سوساتی شدم بار آمدم نگیرم تا دو لک دو ساتا جیم بودم رو خریدم بسرم انداختم تا لایتر بزنم مردم کورا سرم انداخت چشمان می نمی آلم سرخ هست بسیار اگه حالت وقت خراب بسر می برم مجی از دولت یا از مردم کنم کمک مالی یا چیزی نمی خواهیم فقط خواهنم یه عدالت هستم که وکیل زورگوی بدماش مرزد چشم من فندان یه مدیر امنیت همونجا مذر هم داخت از حوضی چهار نفر آمد تا طالب هم کامل سایی به حوضی چهار فایل قصاص یک آدم اکتیف هست از حوضی کامل سایی ما رو بسیار امنیت داخت خود از دیده کنم جلسه بود نبود دیگه من شما اینه میده از طریق این رادیوی شما فیلن به نشه رساندم که بعض چیز ما برسین که اگر از من که پسان نمیکنم و شاید با فامیل خود 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 رول بزنم از بنگ ببرم جناب دانشی از سی بزی خدا نکنه که کار کنه این کار گناه سک و موضوع تان سیما صفا همراه عمر حوزه چار در میان میگذاره رای حل شا پیدا میکنه و به گوشتان میرسانه سلام و صبحتان بخیر سلام علیکم دانشار صاحب بخیر و بافیت روز بخیر سلامت باشی زنده باشی صبحت بخیر بخیر باشین سلامت باشی دانشار صاحب یک مشکل داریم از طرفی سیما جان پرسان میکنه مدیر صاحب ترافیک که یک لیر مگه جمع میکنه باز چیگه پس دانشجار صاحب دمی پیش وزارت داخله پیش صدارت اینه میگه امی پیش صدارت کرد اینه میگه امی ترافیک ها کرد دانشجار صاحب ما تکی دارین دمی طرف چی صدا میشیم امی گوشه اوی طرف کنی مریض ها از وزارتی شفاخانه مبرایه گوشه ساته میشیم اینه میگه شفاخانه مبرایه ما میره انتقال میدیم یعنی که دیگه جای خود دکیسته ما عمر داریم ما قانونی سه در جای خوزگاه ما نداریم در کجا ساته کنیم خود گوشه ساته سه اینه میگه ترافیک میگه یک چشمش پیچ از خود یعنی دروان آمدم و یک وقت بس کمیده کده بود در کارت پروان اونمو مبرای دانشجار سید یک دفعه بر ما میگه او بچی اسلام او پدر ناله تو باش تو کن حالا تو به پارچه را بیار حالا تهرش را بکن حالا تو کن آخر اون روز برش گفتم که او کماندان سید چی که پس گفت تو امر ما را قبول نمی کنی اونو میگه که نیا تو مرا مرا پرستان در فروشگاه پس بیار شفت اگر تو امر را قبول کنی یک جای دیگه جای بو بریش بیار شفت تو را میمان اگر نمانی دانشار به کتش بارین که از تو چیز هاست از اون تراش کتش از تیر ها میزنه دگاه میکنه بسیار کتش تر تکیر دو میزنه مونجا اگر وال شام دگاه شام دو میزنه نمونجا کمش که بسیار دگاه دوای چکیش تی میزنه و دگفته نمیتانم در این تلیفون برد موضوع تان یاد داشت کردیم بعد از این کوشش کنین که نامای ترافیک ها را با اسناد و شواهد پیدا کنین که ما کتی مدیس به ترافیک غمیشه بخوریم آقای اقمل رئیس نشرات معارف روی خط تلفن هستن آقای اقمل سلام صبح بخیر سلام صبح شما بخیر بخیر باشین آقای اقمل چطور هستین کتی هوا والله هوا خوب است شما چطور هستین کتی امتحانا و دیگه و دیگه خلاص شد بخیر یا مانده هنوزم به فضل خدا امتحانا خلاص شد و انشاءالله که فردا ما رسانه را هم خواد گفتیم یک امتحان سرتاسری سامعین گرفته میشه برای بار اول در تاریخ افغانستان مثل کانکور برای برنامه دیزاین شده و بسیار شفاف سابقه هر کس می آمد به نام سامه برای سند گرفتن را جور میکرد این سال انشاءالله یک برنامه شفاف که فردا رسانه ها مرکبر خواد کرد انشاءالله برگزار میشه و انشاءالله که وزارت معارف در می دو سه هفته گذشته روی برنامه های بسیار خوبی کار کرده رئیس که انشاءالله اگر ما در سالهای آینده از مشکلاتی که در سالهای گذشته داشتیم خلاص باشیم بسیار خوب در رابطه با سوالاتی را که سیما جان مطرح کردن موضوع تعمیرها همیشه
که یک موضوع سختی بوده برای وزارت معارف، به خاطر ازی که تا به حال هم حدود هزاران مکتب ما بدون تعمیر هست، هم در کابل هم در سایر ولایات. بله. کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هدایت جلال نواب رئیس جمهور افغانستان به سایر ادارات ایلا ولایات و ولسوالی ها وظیفه داد که از اعانه مردم گرفته تا بودجه های اختیاری تا هر حدی که کرده میتونن باید در کل افغانستان مکاتب اعمار شود. خب اگر توانایی ما به این حد نباشه که یک تعمیر لوکس و پخته باشد در مناطق دور دست، اتاقهای خرد گلی و چوبی هم اگر ساخته میشه یک سرپناهی میشه برای شاگردان، و این تجربه را ما امسال در پکتیکا کردیم که به پول حدود یک مکتب ما تا نیستیم بیشتر از 20 مکتب اعمار بکنیم، و این انشاءالله در سایر نقاط افغانستان تا وقتی که افغانستان بسیار غنی میشه و بستندرد خوبه مالی میرسه که هر تعمیر ما بسیار سندر باشه، انشاءالله ما با این مشکل رسیدگی میکنیم. ولی گلولای شما میفهمین از قریه از خانه و کوچه ما گرفته تا سرک تا هر جا داره، بنابراین این مشکل وجود داره در خصوصا در مکاتب خامه و جایی که تعمیر نیست. در رابطه با قیمت شهادتنامه، قیمت شهادتنامه ثابت است، 2.5 صد است، هر کسی که بلندتر میگیره ما در مقابلش اقدام میکنیم، و هر روزی که ما با شما صحبت میکنم خدا شاهد است که نقاطتان انتقال میتونم با منصوبین مربوطیشان و ازشان پس گزارش میگیرم که چقدر پیشرفت شده. همکارای ما در معارف صادقانه کار میکنن تا مشکلات حل شه، ولی کسایی که مشکل رو آفرینی میکنن ما خود ما پشتشان میریم و جلال خودسری هایشان رو میگیریم، شهادنامه رو پرسال میکنیم از هر مکتبی که هست، انشاءالله ما امروز هدایت میدیم همکارا را. بستای معلمی را ما اعلان کردیم، بلکه کمیسیون محترم اصلاحات اداری اعلان کردن، مقام علی رئیس جمهوری گفتن که کمیسیون باید وظیفه اعلان از این بستا و استخدامش داشته باشه، ما یک هیئت امرایشان موظف کردیم، هزاران سیوی جمع شده برای فعلا کار روی شارت لیستی از او جریان داره، تمامی بخشایی که در وزارت معارف در مکاتب برای ضرورت بود بود اونجا گنجانیده شده، به اساس سنف، به اساس رشته تعلیمی، بر اساس دیپارتمنت و بر اساس هر آن چیزی را که ما در معارف من حیث یک اصل تعلیمی داریم استادا استخدام خود شد، با آنکه تعداد کافی استادا نخواد بود ولی یک رقم بزرگ است. خوب است که 8000 هموطن ما صاحب وظیفه شوند و بیان با انرژی جدید در وزارت معارف کار کنند. پلان آینده ما ای است که انشاءالله در 5 سال آینده ما حداقل باید 35000 معلم استخدام بکنیم که 55% از یارا خانوما تشکیل میتند، و انشاءالله با استخدامی از این و با عملی شدن پلان سوم استراتژیک وزارت معارف که همین روز که همین سال عملی شدنش آغاز شده، ما انشاءالله میرسیم به حد بسیار خرد مشکلاتی که ما امروز در معارف افغانستان داریم. خیلی ممنون، زنده و سلامت باشین آقای احمد. تشکر. آقای اقمال رئیس نشرات معارف که با گپایشان برنامه را به پایان می رسانیم. تا فردا، علایار و مددگار.